خب بریم به سراغ تحولات در خاورمیانه. با تشدید درگیری‌ها در غزه و مرز اسرائیل با لبنان، امید به برقراری آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها تا حد زیادی رنگ باخته. در این شرایط وزیر خارجه جدید بریتانیا به منطقه رفته و قراره در دیدارش با رهبران اسرائیل و فلسطینی‌ها راهی برای برقراری آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها پیدا کنه. کوروش آلادین گزارشی داره که با هم می‌بینیم. شهر غزه، اردوگاه نوسیرات، یک روز پس از حمله هوایی اسرائیل به مدرسه‌ای که پناهگاه آوارگان بوده. دختر فلسطینی در سوگ خواهرش مویه می‌کند. تو کلاس بودیم، حمله شد، خواهرمو کشتن. خواهر کوچیکم با محمود اینجا دراز کشیده بودن، شهید شدن. مادرم زخمی شده، همه مردن. خدایا. ارتش اسرائیل میگوید جنگجویان حماس در این مکان در میان جمعیت مخفی شده بودند و سربازان حداکثر تلاششان را کردند تا به غیر نظامیان آسیبی نرسد. روز دوشنبه جنگنده‌های اسرائیل زیر ساخت‌های حزب الله در جنوب لبنان و فراتر از آن در بخش‌های مرکزی این کشور را هدف قرار دادند و بر فراز لبنان دیوار صوتی را شکستند که باعث وحشت ساکنان این مناطق شد. دیوید لامی، وزیر خارجه بریتانیا، در سفر جاری به خاورمیانه با رهبران اسرائیل و تشکیلات خودگردان درباره وضعیت غزه و لزوم آتش بس فوری و آزادی گروگان ها گفتگو می کند. آمدم اینجا تا برای برقراری آتش بس، تضمین آزادی گروگان ها و کمک رسانی به مردم و پایان دادن به وضعیت هولناک انسانی در غزه فشار بیاورم. باید از راه دیپلماسی وارد شد. با نخست وزیر و دیگر رهبران اسرائیل گفتگو کنم و در سرزمین های اشغالی به دیدار رهبران تشکیلات خودگردان بروم. وزیر خارجه بریتانیا به همراه اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهوری اسرائیل، در دیدار با شماری از خانواده‌های گروگان‌ها ابراز امیدواری کرد گروگان‌ها هر چه زودتر آزاد شوند.